سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از آموزش بلندر. تو این قسمت من میخوام براتون شبیه سازی تخریب رو انجام بدم به وسیله یه ادونی که این کار رو برای ما خیلی آسان‌تر و سریع‌تر انجام میده. من این ادون رو میذارم توی کانال تلگرامم، لینکش هم میذارم تو قسمت توضیحات و از اونجا میتونید شما وارد کانال تلگرام بشید. بعد از اینکه دانلود کردید از قسمت ادیت و پرفورمنس اینجا قسمت ادون روی اینستال شما میذارید و بعد از اینکه نصب کردید N رو از روی کیبورد میزنید، میگردید میاد پایین گزینه فرکچر اینا، این اینجا این ادان کابون براتون فعال میشه. خب این چند تا قسمت داره. ببینید اگه از اینجا من این نشانی که اینجا قرار داره رو بزنم، زیر مجموعهاش باز میشه و هر کدوم مختص یک کاری هستش. خب مثلا از قسمت فرکچر اینجا که بزنید، اینجا در چه جایگاهی قرار بگیره و در چه محوری باشه، از اینجا میتونید تنظیم کنید و مقدار کانت، یعنی اون میزان شکستگی روی آبجکتتون چقدر باشه. مثلا اینجا به صورت پیشفرض روی 100 تعیین شده. خب و همونطور که اینجا میبینید اینجا شکل شکستگی داره. از این قسمت فرکچر میتونید آبجکت رو از اینجا انتخاب کنید و با زدن همین خیلی سریع این شکستگی رو اعمال کنید. خب بقیه قسمت ها رو من بهتره که توی ادامه موقعی که دارم این عملیات شبیه سازی رو انجام میدم اونجا توضیح بدم، خب بهتره. خب اول از همه من با همین کیوبه شروع میکنم. من این رو توی محور وای میخوری میکشمش و وارد ادیت مود میشم. ببینید کنترل V رو میزنم و بهش یه خورده بیویل میدم، مثلا اینقدر کافیه، و کنترل R رو میزنم بهش چند تا ساب دیوایت میدم و از حالت ادیت مود خارج میشم. خب من باید براش یه شکستگی تعریف کنم که بعد بتونیم تخریبش کنیم. حتما توجه کنید که آبجکت باید در حالت انتخاب شده باشه. خب من اینجا میزان کانتش رو به 300 افزایش میدم و از اینجا فرکچر رو میزنم. اینجا ازم میپرسه که اوکیه، من اوکی رو میدم و همونطور که میبینید این نقاط شکستگی رو به صورت رندوم برای ما انجام میده. از همینجا هم شما میتونید که مثلا یه قسمتش رو انتخاب کنید و در محور مورد نظر از اون قسمت بدنه جداش کنید. خب من کنترل زد میزنم این برگرده سر جاش. خب من میخوام مثلا از این نقطه تا وسطش و یه خورده حتی بیشتر تا اینجا توی یه بازه زمانی خاص تخریب بشه، یعنی از اینجا بریزه تا اینجا. برای این کار از قسمت بلستر، اینجا من اد بلستر رو میزنم. این گزینه مثل همون گزینه هستش که من قبلا براتون توضیح داده بودم که مثل این میمونه که یه امتی بیارید و براش تعریف کنید. خب پس من اینو میبرمش این قسمت قرارش میدم و از اینجا هم تنظیمات بذارید خود من اینو بکشمش اینور که شما بهتر ببینید. تنظیمات مربوط به تخریبه. خب ببین مثلا از همین قسمت کوردیوس، خب اینو اگه شما افزایش بدید ببینید این میزان شعاع یا دامنه اثرپذیری تخریب رو افزایش میده. مثلا من میتونم روی 2 بذارم، یا این یکی کلن این دایره همون امتیمون رو بیشتر میکنه. این هم که روی 3 بود. و از این قسمت فورس یا همون نیروها، اون میزان شدت تخریب و سرعت تخریب رو میتونید از اینجا بیشترش کنید. مثلا من این رو روی 35 میذارم و این یکی رو هم میتونم روی 40 قرار بدم. اینو بهتره که با آزمون و خطا انجام بدید و بقیه مقادیرش رو هم میتونید تغییر بدید که به بهترین نتیجه برسید. خب قسمت بعدی سیمولیشن یا همون شبیه سازی، اینجا ورد زده و علامت ساعت داره، یعنی همون نوار تایملاینی که اینجا قرار داره که به صورت پیشفرض روی 250 فریم هستش. من اینو به 100 کاهش میدم چون تا همون 100 فریم میخوام اون شبیه سازی رو برام انجام بده. خب یه نکته ای که اینجا هستش، من همین امتی که اینجا برام وجود داره آی رو از روی کیبورد میزنم و لوکیشن رو بهش میدم روی فریم 1 و مثلا تا فریم 60 که میره جلو این رو میبرمش جلوتر و مثلا تا همین ناحیه و دوباره آی رو میزنم، کی فریم هست و لوکیشن رو بهش میدم. برای من یه انیمیشن درست میکنه. خب الان فقط کافی روی بلست بزنم تا اون شبیه سازی تخریب رو برای من انجام بده. ببینید الان من پلی رو که بزنم این میره جلو و این نواحی برای من تخریب میشه. بذارید من این رو هم روی 100 بذارم که این هی میره دوباره بر و اگر روی فریم 0. خب ببینید پلی کنم و با همین قسمت برای من تخریب میشه. الان من میخوام براش یه زمین هم تعریف کنم. من شیفت A رو میزنم و از قسمت مش یه دونه پلن وارد میکنم، بزرگش میکنم و میارمش مثلا اینجا رو بزرگتر. خب دوباره این رو میزنم و بعد بهش کالیژن میدیم. خب
که از همون قسمت ریجت بادی میاد پایین و روی آبجکتی که اینجا انتخاب کردید ست پسیو رو اینجا میزنید و من پلی رو میزنم، این برخورد میکنه دقیقا به زمین. اگه وارد قسمت متریال هم بشید، این خودش متریال سنگی و خاکی رو بهش اضافه کرده و داره. خب الان این تخریبی که ما انجام دادیم کافی نیستش و من میخوام خیلی طبیعی تر و بهتر هم باشه. خب بذارید من یه بار دیگه وارد تب شیدینگ بشم و برگردم روی فریم صفر. من یه سری نقاط رو از اینجا انتخاب میکنم و از قسمت کانستریند اینجا بهش بریکیبل یا همون شکستگی رو اضافه میکنم. این کمک میکنه که من توی جلوتر بهش میخوام دبریز اضافه کنم، یه سری مثلا خاک و خول و سنگریزه که قرار ازش بزنه بیرون، بهتر بتونه این هوش مصنوعی این رو تشخیص بده. و یه چیز دیگه که باید بهتون بگم، از قسمت استرنگ یا همون قدرت، این روی 200 هستش، شما هر چقدر این رو افزایش بدید و بیشترش کنید، مثلا من اگه اینو بزنم روی 3000 و این رو از اینجا ریسیت کنم، ببینید اگه ما یه پلی رو که بزنم این میزان شکستگیاش یه خورده سخت‌تر میشه. خب یعنی اون چسبندگی بین سنگ‌ها بیشتر میشه و اون سفتیه بیشتره. خب میتونید این کار کنید، میتونید هم با کمتر کردنش که حالت پیش بعدش روی 200 بود و دوباره من اینو ریسیت کنم و برگردم روی فریم 0، ببینید من پلی رو که بزنم این شکستگیش بیشتر خورد میشه. از قسمت مس یا همون وزن سنگ ها میتونید از اینجا بیشتر و کمترش کنید. و الان من میریم برای قسمت دبریزا که اینجا گفته که حتما باید بیک رو انجام بدید. خب اینجا یه دونه اسموک داره یه دونه هم دبریز داره یا همون سنگ خورده هستش، ما باید اینجا یه بیک از عملیات شبیه سازیمون انجام بدید که دقیقا توی قسمت بالا اینجا شما بیکینگ سیمولیشن رو که بزنید، از اینجا بیک تو کی فریم رو که شما بزنید، عملیات بیک رو برام انجام بدید. صبر میکنم که تمام بشه. بیک کردن توی انیمیشن کمک میکنه که شما مثلا یه فریمی رو که تا آخر رفتید دیگه هی عقب جلو که میزنید دوباره نیاد و اون شبیه سازی رو مدام انجام بده. شما یه بار سیمولیشن رو انجام میدید و تا هر اندازه که خواستید بدون هیچ کندی و تغییری میتونید اون رو عقب جلو کنید. الان برام بیک رو انجام بده و الان من برمیگردم روی فریم صفر و حالا وقتشه که وارد همون دبریزا بشیم. اینجا من روی اد دبریز من میزنم و همینجا که این به سمت جلو میره میبینید این خورده سنگ ها برای من اعمال شده. خب اینجا هم تنظیمات خودشو داره، مثلا اینجا ترشولد رو میتونید روی 1 بذارید و میتونید از قسمت کانت مقدارش رو مثلا زیاد کنید. من روی 3 میذارم و ایمپکت برخوردش به زمین رو هم به 70% زیادش میکنم و هر تغییری که شما انجام میدید روی حتما آپدیت دبریز شما میزنید و میبینید که مقدار سنگریزه ها هم بیشتر میشه. اگه میخواید که این سنگریزه ها اون اندازه شون بزرگتر بشه، ببینید اینجا خب یه سری تنظیمات گذاشته، اما تنظیمات دیگه که وجود داره از قسمت پارتیکل سیستم، شما میاد پایین و اگه با پارتیکل سیستم آشنایی داشته باشید، مثلا از قسمت فیزیک و روتیشن اینجا میتونید یه سری تغییرات رو روش اعمال کنید و من وارد بخش رندر میشم اینجا و از اینجا که زده اسکیل روی 0200 هست، مثلا من اگه اینو روی 0400 بذارم میبینید تعداد نقاط سنگریزه ها میتونه بزرگتر بشه. فقط این که شما هر تغییری که اینجا هم انجام میدید حتما اینجا باید دیپلوی پارتیکل رو بزنید. من اینو اینجا میذارم و تغییرات انجام میشه. الان من یه بار دیگه پلی رو که بزنم اون میزان سنگریزه ها میبینید بزرگتر هم شده. خب این کمک میکنه که خیلی طبیعی تر به نظر برسه. خب از این قسمت وارد متریال هم که بشم میتونم با متریال هم ببینمش. یه کار دیگه که میمونه میتونید انجام بدید اینه که بهش اسموک یا همون دود اضافه کنید. خب فقط این که از همین بخش دودی که اینجا قرار داره تو این ادون برای من ارور میده، یعنی من اد اسموک رو که بزنم اینجا و اد اسموک دومین رو که بزنم خطا میزنه و حالا نمیدونم ممکنه که باگ باشه یا هر مشکلی که وجود داره برای من انجام نمیشه. حالا شما هم امتحان کنید شاید برای شما اوکی شد. خب وقتی این اتفاق میفته و من نمیتونم از توی ادون بهش دود اضافه کنم، من میتونم به صورت دستی و از خود بلندر نه خود ادون بهش جداگونه اصلا اسموک بدم.
برای این کار من میتونم تعداد نقاط سنگا رو انتخاب کنم و شیفتی رو بزنم و ازش کپی بگیرم و دوباره و همین نواحی سنگ هایی که انتخاب شده میرم به قسمت آبجکت و قسمت کویک افکت و کویک اسموک. اینجا روی این که بزنم برای من اون شبیه سازی دود رو هم انجام میده. خب برای من اون اتاقه که دومین یا اتاقه که توش قراره شبیه سازی دود اعمال بشه رو اینجا آورده، من میتونم این رو اسکیلش کنم توی محورهای مختلف و محور ایکس قبر اینو بیشترش کنم و همچنین محور وای. خب من اینجا پلی رو که بزنم اون عملیات دود و اینا رو انجام میده با ریزش سنگا. خب فقط این که من میخوام از مثلا از لحظه که برخورد میکنه و میخواد بریزه زمین، مثلا از فریم 42 یا 43 میخوام این دوده تازه بیاد. خب یعنی نمیخوام از همون اولش، چون ببینید از فریم 0 که بزنید اینجا روی فریم 1 که بره این دوده هست و فقط این که میره جلوتر این دوده تغییر میکنه. خب من میخوام از فریم 42 43 اینا با برخوردش و ریزشش این دوده تازه بیادش. خب برای این کار کافیه وارد تنظیمات همین دومینی که اینجا قرار داره و تنظیمات فیزیک. ببینید دومینی که اینجا هست شما میاد پایین. خب از قسمت کش فریم استارت من میذارم روی 42 تا مثلا 100 میتونه باشه، آره تا 100 که بعدا از همینجا هم باید بیک بگیرید. حتما باید شما شبیه سازی دود و مه و آتیش اینا رو بیک رو که اینجا اصلا کلا 100% نیاز هست رو باید از اینجا بگیرید. خب ببینید من اگه برگردم فریم استارت این تا اینجا میاد و از 42 یا 42 چند گذاشتم 42 به بعد این تازه اسموک میاد. فقط یه مشکلی که وجود داره اینه که این یهو میاد، یعنی من میخوام به صورت تدریجی بیاد. خب این یهو کلی اسموک وارد صحنه میشه که این درست نیست. و برای حل این مشکل هم ببینید من روی همین اتاقکی میزنم که برای شبیه ساز دودمون هست و از قسمت متریال ها که اینجا من یه دونه پنجره باز کردم، این متریال مربوط به ولوم که اینجا قرار داره مربوط میشه به دود و مه و اینجور چیز آتیش و کلن چیزای مربوط به اینجور چیزا. خب ببینید اینجا قسمت دنسیتی یا همون غلظتی که زده، من از اینجا میتونم مثلا فریم 42 که هست این روی 0 باشه و به تدریج برسه روی 5000. خب میتونم بهش کی فریم بدم و اینجا یه سری تنظیمات دیگه وجود داره که از بخش متریال ها هم میتونم این کار رو انجام بدم و اینجا میام پایین و ولوم رو میزنم از اینجا دنسیتی. ببین مثلا الان از همینجا میتونم شروع کنم، مثلا این رو من میارمش اصلا روی 0 و یکی فریم بهش میدم مثلا تا فریم 70، این رو میبرم روی 4000 تا یا 5000 تا و دوباره بهش کی فریم رو میدم. این دیگه به صورت تدریجی این کار برام انجام میده. بعد اینکه اگه میخواید ببینید دقیقاً شما باید حتما وارد رندر بشید و من رندر رو گذاشتم روی سایکل و جی پی یو. اینجا یه خورده برم جلو ببین این میاد اینجا، این به صورت تدریجی برای ما این غلظت رو انجام میده. ببین اینجا کمتره و به تدریج بیشتر هم میشه که کلن اصلا خیلی زیاد میشه. خب اگه میخواد که سرعتش کندتر بشه این رو باید جلوتر بره، مثلا تا 90 من میتونم اینو افزایش بدم و یه بار دیگه که پلی کنم بذارید بگرم این من باید یه بیک از این بگیرم. این میاد اینجا و به صورت تدریج این کار رو برای ما انجام میده. خب من از اینجا بهش یه ورد هم بدم که یه خود نور رو اینا ببینیم چه خبره. آره رنگ دود رو هم میتونید عوض کنید، از همینجا روی کالر رو که بزنید رنگ دود رو هم میتونید تغییر بدید. بعد اصلا اینقدر مقدار غلظت دود خیلی زیاده، من اینو کلن اصلا از اینجا نیاز نیست واقعا روی 4000 باشه، مثلا اصلا میتونه روی 1000 باشه. باید ببینم که چجوریه. ببین 1000 میشه اینقدر، یه چیز باید باشه که طبیعی باشه، مثلا حتی 500 هم میتونم بذارم و دوباره بهش کی فریم رو بدم که آره این مقدار اصلا منطقی تر هم هست. منو پلی کنم تا اینجا و خب تنظیمات مربوط به دوده اینا ببینید از قسمت رزولوشن شما اینو هر چقدر بیشتر کنید، مثلا من روی 64 بذارم کیفیت دوده بیشتر میشه
و میاد پایین. اینجا رو من سریع بهتون توضیح بدم، اینجا حتما دیزارو رو بزنید. کلا این بخش مثلا اینجا فایر اینا هم داره، بعد کلا توی یه ویدیو جداگونه که راجع به انفجار آتیش و دود اینا هست، اونجا باید مفصلا توضیحش رو بدم. اینجا هم که حتما ما باید بیک رو بگیریم. من اینجا میتونم فولدرش رو تعیین کنم که توی چه گوشه‌ای باشه و از فریم 42 تا 100 این رو هم روی آل میتونم بذارم که اینجا بیک آل رو برای ما انجام بده. مثلا من برگردم اینجا روی بیک آل بزنم و صبر میکنم که اون پایین پر بشه. خب 100%ش تموم شد. ببینید الان دیگه خیلی راحت من میتونم جلو و عقب کنم. ببینید اگه بیک رو نگیرین، شما هر سری که این فریم رو تغییر میدید این دوده اصلا میپره و میره. خب شما یه بار که بیک بگیرید اصلا کامل میتونید با دقت خیلی بیشتری نگاه کنید. الان من گفتم 1000 مثلا کم یا زیاده، ببینید اینجا اصلا معلوم میشه. ببین اینجا اصلا نشون میده که این 500 مقدار غلظت 500 که اینجا براش تعریف کردیم در این حده، که به نظر من همون 1000-1200 اینا یه خورده بیشتر هم باشه بهتره، ولی همینم هم باز اوکیه. میتونم پس این رو بیشترش کنم. ببینید کجا رفت اینا، این رو میتونم روی 1.5 بذارم و دوباره ما باید بیک رو انجام بدیم. خب میره تو قسمت فیزیک و میاد پایین، میخواد مجددا یه بیک دیگه بدید، اینو روی فریال میزنید که آزاد بشه و دوباره بیک آل رو من میذارم که مجددا برام بیک رو انجام بده. کلا باید با آزمون و خطا هی بالا ببرید پایین ببرید مقادیرش رو، چه اینجا چه تنظیمات مربوط به همین عدانی که اینجا قرار داره و چه تنظیمات مربوط به شبیه سازی دود. من اینجا پلی رو که بزنم میبینید که میزان دودش بیشتر هم شده. اینقدر اوکیه. یه بار دیگه من پلی رو که کنم به این شکل برای ما انجام بده. از قسمت تنظیمات رندر میتونید اینجا روی دینویز بزنید و نویز توی صحنه‌مون رو به قسمت ویوپورت بگیره. خب بچه اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده حتما برام لایک و کامنت بذارید. من توی کانالم آموزش مختلفی گذاشتم، یه آموزش گذاشتم که اصلا کلا مختص رندر گرفتن هستش، چه سایکل چه ایوی. الان اینجا هم تنظیمات مربوط به رندر هم بهتون توضیح میدم. ببینید از همین قسمت رندری که اینجا قرار داره، من روی سایکل گذاشتم، روی جی پی یو همون کارت گرافیک، و اینجا که مربوط به ویو پورت همون ویوی که ما داریم توی صحنمون نگاه میکنیم که من تیک دینویدش رو زدم. اینجا مکس سامپلش روی 1024 که هر چقدر این کمتر باشه میزان نویز توی صحنه بیشتره و این طبیعتا باید مقدارش زیاد باشه. از قسمت رندر هم ببینید اینجا مکس سامپل روی 128. من میام یه دونه رندر ایمیج میگیرم، یه فریم عکس میگیرم و میبینم که اگه ببینم نویزی توی صحنه هستش میتونم این مکس سامپل رو مثلا به 256 افزایشش بدم. چون ما هر وقت توی بلندر با سیمولیشن یا همون شبیه‌سازی طرف هستیم باید به سامپل ها خیلی توجه کنیم که نویز توی صحنه‌مون نداشته باشیم. هرچند که از قسمت لایت بخ ما میتونیم از قسمت ولوم هم اینجا ما بهش مقدار عدد رو اضافه کنیم تا بتونیم یه رندر واقعی‌تر و تمیزی رو داشته باشیم. میام پایین‌تر و تیک موشن بلور رو هم میذارم چون ما تو اینجا انیمیشن داریم و انیمیشن تخریب هم هست، این رو هم میذارم و بیک رو هم که گرفتیم. خب کلا همون هدف از همین ویدیو آشنایی با عملیات تخریب توی بلندر بود که با کمک همین ادون تونستین با هم انجامش بدیم.